این لپتاپ رو یعنی FX506 رو ما چند وقت پیش بررسی کردیم و توی اون بررسی من گفتم که از این لپتاپ خیلی خوش آمد چون مشخصات خیلی خوبی داشت و به نسبت قیمتش واقعا میارزید. حالا این نسخه جدیدشه که پرزنده نسل 11 اینتل اومده و سری RTX 3050 و 3060. بریم سراغ بررسیش ببینیم که این لپتاپ چی برای گفتن داره. کلان ایسوس لپتاپاشو توی سری راگ میسازه، اما خب یه سری دیگه هم داره که تافه و غیر راگه و زیر برند خود ایسوس ساخته میشه، برندی که خب نسبت به راگ یه مدل به نظر من پایین تره، ولی خب اونقدر که بخوایم بگیم پایین تر نیست و باز از هر لحاظی که بگیم کیفیت خوبی داره. قبل از اینکه من سراغ بررسی، ازتون میخوام که همین الان برید زیر این ویدیو دکمه لایک رو بزنید، یعنی ویدیو رو لایک کنید، و اگر که هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و زنگ بغلش هم بزنید که بررسی های بعدیمون رو از دست ندید. اگر هم دارید تو اینستاگرام ما رو میبینید حتما دکمه فالو رو اون بالا برید بزنید. این لپتاپ واقعا یکی از بهترین لپتاپ های گیمینگیه که میشه تو این قیمت خرید. همین اول یکی از ایراداش رو بگم، این که با یه دست باز نمیشه، یعنی وقتی که میبندی درش رو اینجوری با یه دست باز نمیشه، باید یه خورده فشار از یه طرف دیگه که دست دیگه است بیاد روش که بتونه اون لپتاپ درش باز بشه یه ایرادی گندش. اما سراغ بدنش، بدنش کیفیت نسبتا خوبی داره و اونقدر پلاستیکی بودنش برای من اذیت کننده نبود. کلا جنس همه چیش از پلاستیک ساخته شده، پشت، جلو، کیبورد، همه چیش پلاستیکیه، ولی این پلاستیکی یه حالت هاشورتور روش داره که این هاشورتوره باعث شده که وقتی که آدم دست میکشه رو لپتاپ کیفیت نسبتاً اوکی داشته باشه، اذیت نکنه آدمو. غیر از اون اثر انگشتم روش کمتر میمونه به خاطر اینکه به نظر من خیلی اتفاق خوبیه. حالا همچین هم اینجوری نیستش که هیچ اثر انگشتی نمونه، ولی خب تقریبا اثر انگشت خاصی روش نمیمونه. کیبوردش هم ما به نظر من از FX506 قبلی خیلی بهتره، نمیدونم چرا حس خیلی بهتری دارم براش، انگار مثلا خیلی شبیه حس کیبوردی که مثلا زفیروس M15 برام داشت که خیلی خوب بود اینم داره، که من خیلی ازش راضیم و به نظرم یکی از بهترین کیبوردهایی که تا حالا باش کار کردم. متن همین برنامه رو با همین کیبورد نوشتم که خیلی خوب بود برام، واقعا لذت بردم از تایپ کردن باش. نامپد هم داره که برای اونایی که نامپد دوست دارن خیلی اتفاق خوبیه. از اون ور کیبوردش RGB هم داره، ولی خب RGBش تک منطقه‌ایه، یعنی اگر که یه رنگ انتخاب کنی کل کیبورد اون رنگی میشه. من آبی انتخاب کردم چون این رنگی با این حالت مشکیه به نظر من خیلی جذاب میشه، مخصوصا اینکه این بک‌گراند ویندوز 11 هم انداختم پشتش، زیبا میشه دیگه. کلا به نظرم خیلی باحاله. دکمه WASD‌ش هم که بیشتر حال برای گیم استفاده میشه شفافه، که اونم یه حس باحالی میده به آدم. ترکپدش هم ترکپد خوبیه، ترکپد بیشتر تو تایپ لپتاپ‌های گیمینگه، ولی خب من ترجیح همین بود که ترکپدش مثلا مثل G513 باشه که شبیه اون ترکپدیه که تو لپتاپ‌های چی میگن اونایی که کار میکنن با لپتاپشون گیمری نباشه باشه، ولی خب چون که لپتاپ گیمینگه ترکپدش اینجوری باشه اوکیه، ما هم زیاد بهش سخت نمیگیریم. علاوه پورتاش هم این لپتاپ یه دونه جک هدفون داره، یه دونه تایپ سی داره این ورش. این تایپ سی فقط تایپ سی نیست، تاندربولت 4ه. من وقتی باز کردم این لپتاپ این بالاش یه استیکرش هست بود نوشته بود تاندربولت 4 داره، بعد من مونده بودم گفتم شیت پسر تاندربولت 4. دو تا یو اس بی 3.1 داره و یه دونه HDMI 2 داره با یه دونه آرژه 45 برای اینترنت و یه دونه پورت شارژش. چیزی که عجیب بود برام این بود که من توی سایت ایسوس که رفتم مشخصات این لپتاپ رو دیدم، نوشته بود که 3 تا پورت USB 3.1 یعنی 3.1 داره، ولی خب چیزی که الان داریم میبینیم اینجا اینه که یه دونه از این پورتاش به جای اینکه USB 3 باشه USB 2ه، که من نمیدونم چرا اینجوریه، ولی این که تاندربولت داره باعث شده که من خیلی دوستش داشته باشم. این مزیت، این مزیت که نه، حالا این پورتر من زیاد بهش سخت نمیگیرم که USB 2 چون که میبینید دانگل موسان زدم بهش. در کل کیفیت ساختش و اینا اوکیه به نسبت قیمتش. حالا الان که بخوام در موردش بگم، الانی که دارم بررسی میکنم یعنی امروز چند و 20 مرداده، احساسم اینه که یه خورده قیمتش بالاتر از چیزیه که باید باشه، ولی اونقدر سخت نمیگیریم
خیلی کم بالاتره، یا که خورده صبر کنید و دلار بالا نره که اصلا امروز اصلا دیروز بالا رفته، میتونه بیاد پایین تر، ولی واقعا معلومه دلار چی میشه. من معمولا از محتویات داخل جعبه لپتاپ‌ها زیاد براتون نمیگم، چون مدل به مدل فرق داره، یکی کیبورد، یکی موسش موس داره، یکی وبکم داره، یکی نمیدونم کیفش یه جوریه، کیفش یه جور دیگه است، معمولا نمیگم. ولی خب کیف و موسی که توی جعبه این لپتاپ بود واقعا خیلی زیبا بود، خیلی حرفه‌ای، من خیلی دوست داشتم. شاید بگم بهترین کیف و موسی که توی مثلا یه لپتاپ من دیده بودم این بود، البته بهترین موس نه، ولی بهترین کیفی که دیده بودم توی یک لپتاپ، توی جعبه یه لپتاپ، مال این بود که حالا تو فوتج بهت نشون میدم. نمایشگر این لپتاپ هم یه نمایشگر 1080x144 هرتزیه که کیفیت خوبی داره به نسبت من. سلیقه‌م اینه که تغییر نسبت رنگش، یعنی دقت رنگش بیشتر باشه. ادوبی آر جی بیش 47% و مثل جی 513 که بررسی کردیم دیگه، و اس آر جی بیش هم 67%. ولی اگر که برید نسخه‌ای که 240 هرتزیه، یعنی احتمالاً نسخه 360ش 240 هرتزی بشه، اگر برید نسخه 240 هرتزشو بخرید، توی 240 هرتزش خیلی همه چیز بهتره، کیفیت رنگش بالاتر، اس آر جی بیش 100% و ادوبی آر جی بیش هم 75% که خیلی خوبه. اما یه چیز عجیبی که توی صفحه نمایش این لپتاپ بود برای من این بود که اون اولش رو اومده بود زیاد کالیبره نبود و مجبور شدم گامای تصویر رو برم تو تنظیمات ویندوز کم کنم که یه خورده از اون انگار برایتنس اضافه‌ای که داشت کم بشه، نمیدونم چرا اینجوری بود، ولی خب یه خورده اونو کم کردم، نورش درست شد و متعادل شد و انگار اصلا رنگاش خودم بهتر شد. ولی اگه میخواید بخرید بازم توصیه میکنم برید سراغ نسخه 240 هرتزیش. اما از سراغ پرفورمنس این لپتاپ، چیزی که دلیل اصلی اینه که این لپتاپ رو میخوایم بررسی کنیم براتون، این لپتاپ از پرزنده i7 نسل 10 نسل 11 11800H استفاده میکنه که 8 هسته پردازشی داره و 16 تا فرد، و همراه RTX 3050 که این مدل هم RTX 3060 داره که واقعاً خیلی توی تستایی که من گرفتم خوب بود، منو خیلی راضی کرد، واقعا خیلی لپتاپ خوبی بود. این RTX 3050 نسبت به GTX 1650 به مراتب قوی تره. مهمترین دلیلش اینه که خب RTX از معماری جدید انویدیا پشتیبانی میکنه که کودا کورای خیلی بیشتری نسبت 1650 داره، و از اون برم خب با اینکه جفتشون 4 گیگه، ولی خب 3050 توانه بیشتری داره، پهنای باند مموریش بیشتره، یعنی مموری بندویدش بیشتره، که خب همه اینا باعث میشه که این لپتاپ بتونه یه لپتاپ بهتری نسبت به مدل قبلیش باشه. اما خب یه نکته اینجا اضافه کنم که مدل قبلیش الان تو بازار قیمت خیلی خوبی پیدا کرده که هم این مدل رو هم مدل دیگه شو، یعنی 1650 نسل 10ش رو لینکش رو پایین براتون میذارم اگر خواستید برید بخرید. نسل 10ش واقعا قیمتش خیلی خوب شده، 30% فکر کنم 40% از قیمتش کم شده، خیلی خوب واقعا. همچنین این لپتاپ یه دونه رم 16 گیگ داره که واقعا یه دونه است، یعنی دو تا 8 نیست، یه دونه است، و خب پیش بینی شده که شما اون روش یه دونه 16 دیگه بذارید، یه اسلات خالی داره که میشه دو تا 16 گیگ بندازید روش که خیلی خوبه. 32 گیگ رم میشه که این 32 گیگ رم 3200 میتونه خیلی خوب براتون کار کنه. در مورد این رم لپتاپی و رم لپتاپا یه قضیه پیچیده وجود داره که واسه میشه یه خورده کار سخت بشه، و خب تفاوت دو تا لپتاپ رو میتونه در این حد ببره که یه لپتاپ با یه رم پرسرعت خوب میتونه با گرافیک 3070 از یه لپتاپی که گرافیک 3080 داره ولی رم نه چندان خوبی داره قوی تر باشه. حتی ممکن رو جفتش هم نوشته باشه که 3200 مگاهرتز سرعتشه. در مورد این قضیه برنامه در آینده داریم، یعنی تا این یکی دو هفته آینده یه دونه برنامه در مورد این قضیه میریم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگ بغلش رو بزنید که اون برنامه رو از دست ندید. اما این لپتاپ نتونسته همه آپشن و ویژگی های اینتل نسل 11 رو استفاده کنه که ناراحت کننده ترینش PCIe 4 نسخه 4ش، چیزی که خب من انتظار داشتم که توی این لپتاپ داشته باشیم و ببینیم که مثلا توی لپتاپ مثل زفیروس M16 که اینتل نسل 11 وجود داره، هم نسخه i7ش هم نسخه i9ش وجود داره، توی اون آدم میبینه که سرعت SSDش تا 7 گیگابیت بر ثانیه میره، ولی خب این دستگاه تا 3.5 گیگابیت بیشتر من نتونستم سرعت SSD روش بگیرم که خورده ناراحت کننده بود برام، ولی خب قابل گذشته چون که قیمتش خیلی کمتر از M16 قشنگ یه 20 میلیون تفاوت قیمت داره، با اینکه M16 هنوز تو ایران نیومده ولی حدود 20 میلیون من حساب کردم دلارش تفاوت قیمته که خیلی عدد بزرگه،
پس زیاد به اینم باز من سخت نمیگیرم. اینو بگم که اون PCIe 4 و 4 توی زمینه گرافیک زیاد تو این لپتاپ مهم نیست، چون 3050 تو 3060 هم اونقدر مهم نیست، تو 3050 Ti هم اونقدر مهم نیست، میاد تو همون 3070 و 3080 مهم. اما در مورد بازیه که من روی این لپتاپ بازی کردم واقعا راضی بودم، یعنی احساس خوبی داشتم موقع بازی کردم با این، با اینکه گرافیکش RTX 3050 بود، 4 گیگ بود و انتظار زیادی نمیشد ازش داشت، ولی خب عملکردش خیلی خوب بود. من رو بازی Apex Legend حدوداً 60 فریم تا 90 فریم بازی که خیلی به جی پی یو فشار میاره تونستم بگیرم که خیلی اتفاق خوبیه. من خودم خیلی راضی بودم از این اتفاق، که خب یکی از دلایلش قطعا اینه که سی پی یوش خیلی کمک میتونه بکنه، واقعا سی پی یو خوبی داره. جدا از اون این لپتاپ یه توان خیلی خوبی هم توی مثلا بازی رینبو داره که تا 110 فریم میتونه بازی رو اجرا کنه. اون 110 فریم هم 110 فریم خوبه واقعا، که زیاد کم نمیشه، معمولا زیاد 100 فریم نمیاد، روی معمولا همون 110 فریم میمونه. اینم خیلی بازی خیلی عدد خوبیه، یه نشونه از کولینگ خوبش داره. اما بازی ولورنت رو راحت میتونید روی 140 فریم، 140 فریم، خود 140 فریم ها، نه اینکه بگم بالاترین حالتش 140 فریمه، رو خود 140 فریم بگیرید که محشره واقعا حرف. من خیلی راضی بودم، یعنی من ولورنت رو این بازی کردم لذت بردم. چرا؟ چون که ولورنت یه بازیه که سی پی یو هویه، یعنی بیشتر به سی پی یو فشار میاره تا به جی پی یو. سر همینم خب عمل کرده بازی روی یه لپتاپی که سی پی یو خیلی قوی داره مثل این خیلی فوق العاده میشه. 140 فریم روی های بهتون میده که تقریبا با عددی که استریکس جی 513 کیو آر با 3070 میداد نزدیک، خیلی شبیه به همه و خب این اتفاق مهمیه. من اصلا توی جی 513 کیو آر من حواسم نبود موقعی که تست کردم و متن داشتم مینوشتم، بازی روی مدیوم داشته اجرا میشده، رو مدیوم 200 فریم میداده، ولی وقتی که اومدیم برنامه رو اجرا کنیم سر ضبط فوتج اونجا فهمیدم که روهای و روهای 140 فریم میده، عددی که نزدیک به همینه. و به نظر من اینکه اینتل تونستی همچین پرفورمنسی بده خیلی قشنگه. من خیلی از این پرفورمنسی که اینتل داده راضیم و چی بگم، خیلی فوق العاده بود. من از این سی پی یو که تو این لپتاپ، یعنی 11800 اینتل، خیلی راضیم. در مورد اپلیکیشن ادوبی هم بهتون بگم که من خب روی لپتاپ یه فوتیج 10 دقیقه‌ای و رندر گرفتم که معمولا روی لپتاپ خودم ممکنه 4-5 دقیقه طول بکشه، روی این لپتاپ حدودا 2-3 دقیقه طول کشید که خیلی عدد خوبیه، یعنی جهش خیلی خوبیه که قطعا به خاطر کودا کورای بیشتر آرتیکس 3050 هم هست این قضیه، که نسبت به 1650 خیلی قوی تره. جدای از اون، نسل 11 اینتل نسبت به نسل 9ش خیلی قوی شده و توصیه من اینه که اگر خواستین الان لپتاپ بخرین، جونم اگه خواستین الان لپتاپ بخرین حتما حواستون باشه لپتاپی که میخرید نسل 11 یا همون نسل 10 10870 باشه که اونم 8 هسته‌ایه، چون این دوتا خیلی قویان، واقعا دوتا از قوی ترین پرزنده های موجود تو بازارن. اما در مورد افتر افکت، این لپتاپ اونقدر نمیتونه براتون کار خاصی انجام بده، یعنی مثل 1650 یه خورده بهتره و به نظر من زیاد به این نگاه نکنید که خب الان یه دونه RTX روشه مثلا من روی اینکه چون RTX روشه میتونم کلی کار خفن انجام بدم، نه اینجوری نیست. روی لپتاپ RTX هست خیلی خوب میتونه یه سری کار رو انجام بده، ولی به خاطر اینکه بتونید واقعا خیلی درست و مناسب آرم بینوشه رو تو خیلی دوست دارم، این نئونه بینوشه میفته توش جالب میشه این اگه می‌خواستین اگه می‌خواین کار افتر افکت سنگین انجام بدین، حواستون باشه که اصلا RTX 3050 و 3050 Ti به کارتون نمیاد، یا 3060 بخرید که اونم اینجوریه. RTX 3070 و 3080 خوبه، عالیه، که باید به طرق اون اگه کار افتر افکت سنگین دارید. دوربین فیلم کمه این لپتاپ واقعا بده، یعنی واقعا فقط وجود داره، هیچ چیزی نمیشه گفت در موردش. من یه تست صدا و میکروفون میرم ببینیم که چجوریه، نظرتونم در موردش اینجا تو کامنت برام بنویسید. خب این تست وبکم این لپتاپ، من احساس نمیکنم که کیفیت خوبی داره، دوستم ندارم کیفیتشو، ولی در مورد صداش نظرتون چیه؟ چون من الان صداش نمیشنم، تو کامنت حتما بنویسید که صداش نظرتون در موردش چیه. اسپیکر این لپتاپ هم مثل مدل قبلی خودش، یعنی اون FX506 قبلیه، یکی از بدترین اسپیکرهایی که میشه تو لپتاپ پیدا کرد، ولی خب کلا لپتاپ گیمینگ اسپیکرهای جالبی ندارن، کلا لپتاپ ویندوزی اسپیکرهای جالبی ندارن دیگه، بهترینشون در حد مکبوک ایر هم نیست. این قضیه، این قضیه افتضاحه.
کلن زیاد به اسپیکرش نمیشه اعتماد کردیم. گوشی من کیفیت اسپیکرش از این بیشتره به خدا. در پایان بگم اگر که بودجه شما در همین حد، این در حد این لپتاپ، یعنی حدوداً 40 تومانی که الان توی 20 مرداد هستیم، اگه تو همین هولوش 40 تومانه، این لپتاپ خیلی لپتاپ خوب میتونه براتون باشه، خیلی کارا میتونه انجام بده. ولی اگر که بتونید نسخه‌ای بهترشو بگیریم مثل RTX 3060، قطعاً کارتون رو بهتر جواب میده و یه لپتاپی هستش که یه جورایی میشه گفت فیوچر پروفه، چون که هم سی پی یوش هم جی پی یوش همین امسال معرفی شده که جدیدترین نوع سی پی یو جی پی یو های اینتل انویدیا هستن. خیلی عالیه. نظرتون در مورد این لپتاپ حتما تو کامنت برام بنویسین، بگین که این لپتاپ دوست داشتین یا نه. من خودم دوست داشتم. نظرتون در مورد این برنامه حتما تو کامنت برام بنویسین. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب کانال ما فراموشتون نشه. همچنین اگر هم می‌خواید با ما بیشتر در ارتباط بشین، فقط کافیه برید تو شبکه‌های اجتماعی با یوزر نیم @سبین شکست ما رو پیدا کنید. خب سلام.